از کوچه های ایران می آیم، از شهر آذری. نام برادرم ستار خان و نام خواهرم شبوی تالشی است. کردم، آری کردم، با بچه های تهران هم دل، با مردمان خوب کویری هم رنگ و هم صدا. ما خانواده تاریخی هستیم. این بار قصدمان این است تا بامداد سر زند از نیشابور همراه با بلوچان در یک صف طویل که یک سر در خانه سرخسی من دارد و یک سر در کوچه های خرمشهر قوغا بپا کنیم و ملایان را، آنها که در شکنجه و کشتن هرگز سوال نکردند اهل کدام دیاری، آنها که کرد و آذری و فارس را همچون بلوچ و ترکمن و تالش و عرب سر می برند، رسوا کنیم. فرقی نمی کند که تو دستاری از مادها به سرداری یا برگردنت پیچازی سیاه و سپید است. ما شاخه های یک رودیم، همخوان یک سرود. علی رضا نوریزاده، سه‌شنبه 21 مرداد ماه 12 ماه اوت، به شما سلام میکنم. بار دیگر بوله باری بر دوش و در گوشه ای از جهان، اما در خدمت شما. این روزا من نگرانم، حالا نگران عراق و داعش و غیره بماند، ما نگران سیمین بانو. سیمین بانو وقتی تولد 84 سالگیشو گرفتن شادمان شدم، گفتم این سر به روان بماند، ماند 100 سال رو هم پشت سر گذارد و چنین باد، و آرزوی ما هم همین است. سیمین بانو در واقع نمادی از ایران، مادر ایران. اون نیشی است که در وجدان همه ما زده میشه وقتی شعراش رو میخونیم، وقتی که فریاد میزنیم هویزا آزاد شد، حمید آزاد شد، معنای وطن رو تجلی میده. وقتی که صحبت میکنه از دردهای مردی که یک بار ندارد، وقتی شعرهای عاشقانش رو میخونی، وقتی شعرهای ملیش رو میخونی. سیمین بانو، تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد. همه اینجا دست بر دعا داریم که از بستر بیماری برخیزی و بار دیگر جان و جهانت که پر از شعر است به جوش آید و تجلی زیباترین احساس و عواطف بشری رو در واژگانت بار دیگر ببینیم و بشنویم. سلامت بادا سیمین بانوی نازنین شعر و ادب و فرهنگ و انسان و تاریخ ایران. در حال آدم وقتی نگاه میکنه میبینه کمن آدمایی مثل او که چنین تاثیرگذار بوده. یکی دیگه از این آدما زنده یاد دکتر شاپور بختیار. یه نواری از اون دیدم قشنگ بود، گفتم حالا این روزا که در واقع به مناسبت ذبح اسلامیش مراسمی هم پخش شد که ما بهش اشاره کردیم، ببینیم شاپور بختیار چه میگوید و دولت مردان ولایت فقیه در نگاه اون چه جایگاهی داره. این رو هم اول برنامه ببینیم که کلی امروز حرف داره. افسانه فلان آخوند معتدل و دیگری صفاک به منظور فریب من و شماست و امروز از نقطه ضعف و در شرایط کنونی رفسنجانی خود را مرد معتدل و آماده به تبادل نظر معرفی می کند. فردا پیرو خط امام می شود، یعنی خط شقاوت، خط جنگ و ستیز، و امام امت شهید پرور می شود. فتنه خمیدی یا باید در خاک ایران دفن گردد یا حکومت اسلامی هرگز نخواهد توانست از صدور آن به خارج جلوگیری کنند. این را برای خارجی ها میگم مخصوصا.
آقای رفسنجانی هر قدر هم که هر جایی باشد که هست قادر نخواهد بود. قادر نخواهد بود حتی با معاذدت اربابانش یک حکومت دنیا پسند و تا حدی دموکرات در ایران بنیانگذاری کند. پس مبارزه ما ملی‌گرایان و دموکرات‌ها با حکومت او و سوابق شخصی او آسان‌تر خواهد شد. بله، اینم یک یادآوری بود، خاطره ای از زندیات شاپور بختیار که همه آنچه را ما به تجربه دیدیم بیان کرد، که حتی خاتمی حقا اصلاح طلب و معتدل و متساهل و متسامح در برابر غول ولایت فقیه و این استبداد جانگدازی که ملت ایران رو به آتش کشیده نتوانست کاری بکنه. باز این روز آدم اشاره به دکتر بختیار کردن، باز به یاد یک قربانی دیگر افتاده، فریدون فرخزاد. فرخزاد از روزی که از ایران آمد در انقلاب یک مواضعی گرفت مثل بقیه آحاد ملت ایران، فکر کرد انقلاب به خوشبختی ملت می انجامد. به هر حال یک اندیشه مقدار چپ داشت از دوران تحصیلش در آلمان، ولی به سرعت دریافت که اوضاع چه خبر. و وقتی اومد روی سن هرگز کوتاهی نکرد و در واقع اولین هنرمندی بود که سن رو تبدیل به آوردگاه کرد علیه نظام، چه با شعراش، ترانه‌هاش و چه با حرفای خیلی سنگینش. بعد هم که پاشد رفت عراق، رفت دنبال این که بچه های جوونی رو که به عنوان سربازان در جبهه روی مین فرستاده شده بودن و یه عده زنده مونده بودن و او عشق میریخت و میگفت در اردوگاه اسرا با اونا چه میکنه، اونا رو بیاره. و طبیعتاً داستانهای دیگری که سرانجام به قتل توسط اکبر خوشکوش و همدستانش منجر شد. دو نفر در لباس حاج آقا که میخواهند کار فرخزاد رو درست کنه، به منزلش رفتن. اول گفتن سگت نجسه، ما نماز میخونیم، سگ رو در حمام زندانی کردن. و بعد با کارت به جان فرخزاد افتاد، 75 یا 77 ضربه کارت. بعد امون رو برهنه کردن، کیسه نایلون به سرش کشیدن که وانمود کنن این مرگ جریانات دیگری داشته. اون سگ تا بامدادان خودش رو به دیوار و شیشه زد و صبح وقتی پلیس آمد جنازه فرخزاد رو ببره، جنازه سگ او رو هم برد، که سگ او معرفتش بیشتر از اهالی ولایت فقیه. به هر حال یاد فرخزاد گرامی باد و خاطرش که همیشه با ما خواهد. دو حادثه دردناک در وطنمون رو، یکی سرنگونی هواپیمای ایران 140، 46 نفر کشته شد. جالبه در مملکت ما وقتی هم که میخوایم یه کار صنعتی بکنیم، میریم از اوکراین کپی میکنیم، آنتونوف رو از اوکراین میگیریم، میلیون ها دلار پول میدیم، حالا این وسط دلالا کیان، که بیام یه هواپیمای آنتونوف رو تو ایران مونتاژ کنیم، اسمش هم بذاریم ایران 140. حالا چرا نباید بریم دنبال تکنولوژی مدرن؟ ما حتی میتونستیم، اگر می‌بینیم آمریکا جلومونو گرفته، اروپایی‌ها جلومونو گرفتن، کشورهای دیگری بودن مثل برزیل که در صنعت هواپیماسازی جلو رفتن و آمادگی این رو داشتن به ایران هم کمک کنن. و این نه اینکه بریم آنتونوف اوکراینی رو، مال روس و اوکراین رو بگیریم بیاریم درست کنیم ایران 140، بعدم به قبقب بندازیم. کار طوری شده که آقای روحانی دستور داد کلیه هواپیمای ایران 140 و آنتونوف متوقف بشه، پرواز دیگه نکنه. هواپیمای عازم طبس در اطراف فرودگاه مهرآباد سقوط کرد و مسافرانش کشته شد. در مملکت ولایت فقیه که روزانه ده ها تن در تصادف اتومبیل
به قتل میرسن، از اعتیاد میمیرن، از عدم دسترسی به بیمارستان میمیرن، از دیابت میمیرن، از قلب میمیرن، از امراض مختلف، از امراض عصبی. گفت این چهل و اندی هم روش بالاخره باید مکتبی که صبح تا شب از عاشورا میگه و از قتل و غارت و کشتار و جنگ نمیدونم فلان، طبیعتا این ملت هم اگر یه تاشون تلف بشه خب اب نداره، آقا شهید شد، انشالله شهیدن میرن به بهشت. اما آقازاده شون همیشه با پروازهای دبی میره، با پروازهای قطر ایرلاینز مسافرت میکنه، بگی دست پایین ترکیش ایرلاینز، هیچ وقت با ایران 140 و با هواپیمای سپاه و نمیدونم سپاهان و غیره پرواز نمیکنه. اسباب تاسف. خبر دوم که منو بسیار متاثر کرد، جنگل گلستان دوباره بعد از چندین بار آتش گرفتن، آتش گرفته، 200 هکتار زمین یعنی درختو با خاک یکسان شد. آتش سوزی از وسط جنگل بوده، عمدی بوده، رژیم در خشک کردن جنگل ها و مراتع کشور ید طولایی داره. چرا این کارو میکنه؟ شما میدونید جنگل گلستان در منطقه بسیار زیباییه، منطقه نهارخوران و اون هم از نظر توریستی هم از نظر آب و هوا و طبیعت، و اینا میخوان اونجا خونه سازی کنه. وعده زمین ها رو جلو جلو به یه عده دلال دادن و طبیعتا میخوان بکوبن جنگل ها رو و جاش خونه بسازن، آپارتمان، ویلا، همون کاری که با خیلی از نقاط تهران کردن، با اصفهان و شیراز کردن. در شیراز اون قصر و دشت تمام باغ بود، در تهران الهیه. اصلا شما وقتی وارد الهیه می شدید هوا و عطر هوا کاملا متفاوت. کردن آنچه که نباید و حالا هم جنگل گلستان دوچار چنین حادثه تلخ و دردناک میشه. در میان اخباری که مشاهده می کردم، طبیعتا پیروزی آقای اردوغان قابل پیش بینی بود و باید هممون می دونستیم. اما آقای اردوغان امید بیشتری داشت برای کسب آرای بالاتر. گمان نمی کنم او فکر می کرد که اکثریت 70-80% خواهد داشت، چون این نشد. و آقای احسان اکمل الدین احسان اغلو ایشون خیلی کمتر براش پیش بینی میشد رأی بیاره و رقم 37% برای او خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. یکی از نظر این که تثبیت بکنن این که آقای اردوغان دیگه از اون محبوبیت گذشته برخوردار نیست. واقعا هم همینجوره، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه به خاطر اینکه آقای اردوغان نوعی روش مستبدانه در عمل کردش از خودش بروز داده، جوان ها حداقل تو ترکیه حاضر نیستن بپذیرن، برای اونا سنگینه. میگه آقا چرا ما باید حالا استبدادی رو، خیلی ما خوبم هست، کشورم ساخته و درست کرده، ولی ما چرا باید در حالی که دموکراسی رو انتخاب کردیم، گزینش ما دموکراسی، بریم دنبال استبدادی که حالا خوبم هست. رئیس جمهوری اولین باره که با رأی مستقیم انتخاب میشه، 53 میلیون نفر گفتن رأی دادن و آقای اردوغان با 51.8% به پیروزی رسید. این برای اردوغان خیلی مهم نبود، یعنی 51.8% چیزی نبود که او انتظار داشت، او خیلی بیشتر انتظار داشت. و این به نظر من اهمیت این رو نشون میده که وقتی آقای اکمل الدین احسان اغلو 38% آرا رو به دست میره و صلاح الدین دمیرتاش البته نامزد مورد حمایت اقلیت کرد 9 دهم درصد آرا رو به دست آورده و این 9% آرا، و این کلن نشون دهنده اینه که
آقای احسان اوغلو شاید شخصیت معروفی تو کشورش نباشه، برای که او دبیر کل سازمان کشور اسلامی بود، ولی این رأی مردم رأی منفی به اردوغان بود. و آقای اردوغان نباید فکر کنه که حالا که نیمی از مردم ترکیه به او رأی ندادن از واجدین شرایط، خود این نشونه تغییر فضا در ترکیه است. اینکه فضا فضای سابق نیست و آقای اردوغان زمان زیادی برای مانور دادن در اختیار نداره و باید فکر این رو بکنه که این وضع و این اوضاع به همین شکل نخواهد ماند و مردم طاقت زیادی برای تحمل بعضی از اداها و اطوارها ندارد. دیکتاتورها همشون همین گرفتاری رو پیدا میکنند. حرفای روحانی رو میدیدم اصطلاحات جالبی به کار برده بود، مثلا مذاکره هراسان، اونا که از مذاکره میترسن، اینا رو بزدلهای سیاسی خوانده. مذاکره هراسان، جمهوری اسلامی هم واقعا چیزای تعبیر و تفسیرای گفتن رضا شاه خیلی علاقه داشت خیلی اصطلاحات رو ایرانی بکنه و فرهنگستان رو مأمور کرده بود بنشینن و دنبال ایجاد لغات جالب باشه. بعضی وقتی که جلسه داشتن نتیجه کار رو می بردن پیش رضا شاه، نگاهی میکرد میگفت خود شما اینا رو میفهمین که حالا میخواین به مردم بدین؟ چیز بود محرمانه مستقیم، چی گذاشته بودن سیخکی مستقیم گذاشتن سیخکی، حالا یک تعبیر خیلی بدی که رضا شاه گفته بود نمیخواد. حالا اینا هم همینجوره در جمهوری ولایت فقیه هم از این نوع تعبیرها ما زیاد، مذاکره هراسان، هنوز برای من جالبه که چنین تعبیری مورد استفاده قرار گرفت. خب نگاه کنیم ببینیم پیروزی آقای اردوغان چه انعکاسات و باستابی در منطقه داره. اولا آقای اردوغان خب در مورد سوریه همیشه این نگرانی رو داره که سیاست او در حمایت از اپوزیسیون که مدتی هم خیلی بی سیاستی کرده بود، در ترکیه رو باز گذاشته بود هر کی میمد بره تو سوریه با اسد بجنگ، و این در مجموع خب درست نبود، این سیاست غلطی بود که آقای اردوغان در پیش گرفته بود. ارتش آزاد اینا رو تذکر میداد که آقای اردوغان ما داریم با یه همچی نیروی ما داریم می جنگیم، شما باید به ما یاری برسونید، ما رو باید کمک کنید، اما در یک شرایط مناسب، نه اینکه شما هر کاری دلتون خواست انجام بدید. به نظر من اردوغان خطا کرد، او باید تمام تمرکزش رو روی ارتش آزاد سوریه می زد. ولی رفت با قطر همدست شد، جبهه نصرت رو راه انداخت. از اون طرف مسئله داعش پیش اومد و همه اینا رو در کنار هم که بگذاریم، خب سیاست آقای اردوغان به گل نشست، کشتی سیاست به گل نشست و همکنون با توجه به اوضاعی که در شمال عراق هست به نظر میرسه شاید یه تجدید نظر از او در سیاستاش باشه. حالا باید ببینیم جایگاه نخست وزیر چطور خواهد بود اگر رئیس جمهوری که حالا منتخب مردمه بخواد همه اختیاراتو در دست داشته باشه. اینا مسائلی است که در روزهای آینده با روشن شدن اوضاع و ترکیب دولت آینده اینا مشخص خواهد شد. درنگ کوتاهی میکنیم، باز میگردیم و باز در خدمتتون کنیم. من این شهر رو ترک می کنم بعد تو،
واسه این که یک ذره آروم بشم، سراغی نگیر از من و گریه هم، فقط از تو اینه همه خواهشم. من این شب رو ترک میکنم بعد تو، شاید درد این قصه یادم بره. اگه از خودم از دلم میگذرم، میخوام حس کنم حال تو بهتره. نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردامو تسکین بدی. بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی. نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردامو تسکین بدی. بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی. چه روزای من رنگ بی رنگیه، اگه این همه عشق رو گونمه، توجه نکن واسه دلتنگیه. نگاهم بهش بعد از این زخمیه، نگاهی پر از ترس تنها شدن، یه فکر خراب، یه زخم عمیق از این یادگاری که دادی به من. هنوز به وجود تو وابستم و یه حسی منو سمت تو میکشه. به من فرصت بیخیالی بده، اگر نه منو گریه ها میکشه. نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردامو تسکین بدی. بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی. نباید بفهمی که حالم بده، نمیخوام که دردامو تسکین بدی. بعیده که برگردی تو زندگی، به من حرف تو رو کوازه زدی. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. خب من در واقع باید الان بپردازم به یه حادثه بسیار مهم، و اون این است که دکتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق آقای حیدرالعبادی رو مأمور تشکیل کابینه کرد. اما قبل از اینکه راجع به این شخص صحبت بکنم، کیست، از کجا آمده، اجازه بدید که مقداری در رابطه با این دو سه روزی که منجر به نام بردن از ایشون شد بپردازم. اتفاقی گفتاد آقای نوری المالکی با همه حیله ها و بازی ها، در حالی که جهانی او رو رد میکنه و نفیش میکنه، میخواست بماند سر جاش، به هیچ وجه حاضر به کنارگیری نبود. و طبیعتاً این مسئله خیلی روشنه در عراقی که الان دچار آشوب، یک سوم از اراضیش در اختیار داعش، جنگ داخلی در همه ابعادش از اختلافات سیاسی، هیچ کس او رو نمیخواست، حتی ولی فقیهی دست از حمایتش برداشت. علی الادیب رو، یکی از ادویه‌ها رو فرستاده بود به ایران که بره با مقامات ایرانی گفتگو کنه. رفت آقای رفسنجانی رو دید، شمخانی رو دید، اسقر حجازی رو دید، قاسم سلیمانی و همه اینا رو دید، و اونا بهش گفتن آقا ما برامون مصالح عالیه اسلام
مطرحه. و الان نوری المالکی درست نوکر خوبی بود پیش ولی فقیه، اومد کراواتش هم وا کرد، زمین ادب هم بوسید، اما الان باید بره. ما نوکرامون هم همینجوری اداره میکنیم، یه وقتی که لازم نداریم میزیم تو مزبله، گاهی هم سعید امامی بهشون واجبی میدیم. بنابراین آقای مالکی هم باید بره. این اتفاق که افتاد، مالکی اومد یه نطقی کرد که در واقع نطقش به نوعی میتوان گفت دهنکجی به ولی فقیه بود، به آقای سیستانی بود، به جنبش های سیاسی موجود در دایره قدرت در عراق بود و حتی به گروه خودش الدعوه که الان توش اختلاف نظر ایجاد شد. میدونید الدعوه چند تا گروه منشق هم داره که ازش جدا شدن ولی در درون ائتلاف ملی باقی موند. آقای حکیم و مقتدا صدر هم که پیشاپیش گفته بودن ولایت سوم مالکی رو بر نمیتابن. آقای دکتر فؤاد معصوم رئیس جمهوری هرچه مالکی اصرار کرد آقا گروه من، گروه دولت قانون بالاترین کرسی ها رو داره، 93 تا کرسی داره، ما برابری برنده انتخاباتیم، باید به ما شما تکلیف بکنید که دولت رو تشکیل بده. ایشون هم دکتر فؤاد معصوم هم میگفت نه، آن چند نظر ما مهمه برمیگردیم به سال 2010. در 2010 گروه العراقیه دکتر عیاد علاوی بالاترین آرا رو داشت، ولی خود شخص شما و متحدانتون گفتین نه، ما در ائتلاف دولت ائتلاف ملی 140 تا داریم، بنابراین ما بیشتر داریم. خب حالا شما اومدی میگه ائتلاف ملی به درد نمیخوره، منی که 93 تا دارم بالاترین آرا رو داریم؟ خب اون وقتم دکتر عیاد علاوی میگفت منی که بالاترین رأی رو دارم باید دولت تشکیل بدم، من 91 دارم. این بازی رو مالکی به جای بدی برد، به این معنا که اومد دکتر فؤاد معصوم رو تهدید کرد که من میرم شکایت میکنم و حتی رفت به دیوان عالی کشور گفت که فشار آورد اونجا نوکران زیادن که او رو برنده انتخابات اعلام کنن. بعدم گفت آقای فؤاد معصوم از مسئولیت‌های قانون اساسی سر باز زده و پا گذاشته روی قانون و برابر این محاکمه خواهد شد. یه عده از این تفنگچی ها و اوباشش هم ریخت تو خیابون های بغداد بگیر و ببند و دور و بر منطقه اقامت دکتر فؤاد معصوم. آمریکایی‌ها خیلی براش افتادن. آقای جان کری اومد گفت امریکا با تمام نیرو از دکتر فؤاد معصوم که نماد همبستگی و وحدت عراق حمایت خواهد کرد. خیلی هم عصبانی شدن، یعنی واقعا امریکایی سخنگوی کاخ سفید هم به تندی خطاب به مالکی گفت و آقای جان کری هم گفت مالکی بهتر دست از این دسیسه ها برداره، خیلی مستقیم بهش گفتن. در واقع مالکی زمینه های بخشودگی بعدیش رو هم خودش خراب کرد، به گونه که یکی از اعضای ائتلاف سنی ها اشاره میکرد که کی گفته که آقای مالکی معصومه، او از جواب پاسخگوی جنایت ها و فسادی که مرتکب شده رو بده. تو این گیرودار ائتلاف یعنی اون مجموعه ای که از دعوه بخشی از اونه، گروه آقای حکیم هست، گروه آقای سطر هست، گروه هواداران آیت الله یعقوبی هستند، گروه آقای شهرستانی هست، دکتر جعفری هست که خودش قبلا رهبر حزب دعوه بود و بعد مالکی خنجر از پشت زد و مقام رو برای خودش گرفت. اینا همه اعلام کردن که نظرشون با نظر دکتر فؤاد معصوم یکیه و تو این جریان دکتر فؤاد معصوم با رئیس پارلمان جلسه مشترکی داشتن. در پایان جلسه دکتر فؤاد معصوم اعلام کرد که ائتلاف ملی رو صاحب اکثریت میدونه، نه حزب دعوه آقای مالکی رو. این به نظر من خیلی با اهمیت. در درون ائتلاف نشستن بحث و گفتگو کردن، گفتن خیلی خوب، حالا ما تو درون ائتلاف میگیم گروه آقای مالکی در مجموعه ما بالاترین آرا رو داره. حالا
اونا بیان یه نامزد معرفی کنن غیر از مالکی. چندین روز این بحث و جدل ادامه پیدا کرد تا سرانجام آمدن آقای حیدرالعبادی رو معرفی کرد. حالا ببینیم این حیدر خان کیست؟ آیا باید انتظار داشت که با آمدن حیدر خان تغییری اوضاع عراق بکنه؟ ایشون یک ترکمن شیعه است، ریشش هم از آقای مالکی بیشتره، یعنی فکر کنیم تعریش مهندس بازرگان خودمون رو داره بدونه که تو اون خط آزادیگی و اینا باشه. آقای حیدر خان از جمله شخصیت هایی است که دارای تعصب مذهبی است و در نگاه خیلی از مردم عراق، کارشناسا و شخصیت های سیاسی، با بودن عادل عبدالمهدی، با بودن احمد چلپی، با بودن حتی دکتر جعفری، حیدرالعبادی چرخ پنجم درشکه است. در ضمن به معاونت رئیس پارلمان آقای جبوری هم انتخاب شده. حالا در نتیجه اگر اون نخست وزیر بشه، معاون اول رئیس پارلمان باید شخص دیگری از میان شیعیان باشه که میگن ممکنه اینجا چلپی یا عادل عبدالمهدی یک کدوم از اینا از دیگر تشکیل دهندگان ائتلاف ملی این مقام رو به اونا بده. به هر حال دکتر فؤاد معصوم او رو رسما مکلف به تشکیل کابینه کرد. حیدر خان یک ماه وقت در این یک ماه باید تلاش کنه و دولتی ائتلافی و ملی تشکیل بده، دولتی که سنی ها توش حضور پررنگ داشته باشه، دولتی که همه عراق ازش راضی باشن، کردها در اون نقش اساسی داشته باشن. رابطه کردها با مالکی بسیار تیره بود. آقای مالکی بودجه اختصاص یافته برای اقلیم رو 10 ماه پرداخت نکرد و اقلیم با بودن 2.5 میلیون آواره دچار بحرانه. حتی بعضی ها میگویند مسئله آمدن داعش به سنجار و گرفتن این اقالیم و کشتن 500 ایزدی بیگناه و آواره کردن هزاران تن، اینا جزئی از نقشه آقای مالکی بوده برای اینکه کردها رو در یک مخمصه جدید قرار بده. قبلا وقتی داعش رفت تو موسل، هزاران تن از مردم موسل از جمله مسیحی‌ها به کردستان پناه بردن و کردستان پناهجویان زیادی از دیگر نقاط عراق داره. بنابراین وضع بسیار آشفته و بدی است که عراق واشونه رو است. دولت آمریکا در این میان برای نخستین بار از زمان تشکیل کیان سیاسی جدید عراق بعد از سرنگونی صدام حسین مستقیما به کردها اسلحه داد. برای که گفت خط اول مواجهه با داعش در کردستانه و کردها باید قوی باشن. نمونش این که با یه چند تا بمباران آمریکایی و رسیدن کمک، کردها تونستن حداقل 3 منطقه و 3 شهر که توسط داعش تصرف شده بود دوباره به دست بیارن، فتح کنن و ساکنانش رو به اونجا بازگرد. عراق چه سرنوشتی خواهد داشت خدا بود. اگر آقای حیدرالعبادی یک ظاهر باشه، پوست، و در پشت سرش فکری باشه، توافقاتی صورت گرفته باشه، در اون صورت میتوان امیدوار بود که عراق روی سعادت ببینه و عراق مختلف و متفاوتی ببینه. وگرنه به نظر من عراق در همین مصیبت و بدبختی فرو خواهد رفت. میخوام بگم این نگاهی که اول بعد از سرنگونی صدام به حکومت و به نظام و غیره بود، نگاه مذهبگرا، نگاه نژادگرا نبود. وجود آقای بابک زیباری در مقام رئیس ستاد ارتش عراق، رئیس ستاد کل، حسن فیروزآبادی عراق یا تیمسار صالحی
50 ساله ای عراق. بابک زیباری در جریانات اخیر، در جریان تسلیم موصل و ورود داعش، مورد ملامت قرار گرفته بود که چطور او به این راحتی ارتش رو واگذار کرد و او فرماندهان محلی رو مقصر میدونست و میگفت اینا از خودشون شهامت درست نشون ندادن و بزدل و ترسو بودن و در نتیجه خب وضعشون اینجوری شد. حالا امریکایی‌ها مقادیر زیادی اسلحه به کردها دادن، در این حال هزاران کرد ترک و سوری پیوستن به پیشمرگی‌های اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در برابر داعش. 250 تن از پیشمرگی‌های حزب دموکراتیک کردستان ایران هم ببخشید اظهار آمادگی کرده بودند برای شرکت در جهاد علیه داعش، ولی ظاهرا جمهوری اسلامی خیلی عصبانی شده، فشار آورده به گونه‌ای که دولت اقلیم گفته خیلی ممنون از برادران کرد ایرانیمون ولی حالا نیاز بهشون نداره، چون جمهوری اسلامی حضور نیروهای کرد ایرانی رو در نبرد علیه داعش و پیروزیشون این رو به ضرر مساله خودش میدونه و دلش نمیخواد هرگز چنین اتفاقی رخ بده و بنابراین با تمام نیرو جمهوری اسلامی مانع از تحقق این امر خواهد شد. حضورتون عرض کنم که یک خبری هم توی این ماجرا میخوندم که داعش را افتاده در مناطق مختلف عراق و سوریه، پزشکان رو میدوسته، طرف رو برده بودن، یارو گفته بود آقا من دامپزشکم، درسته اینجا به میگن دکتر ولی دامپزشکم من و نمیتونم زخمی های شما رو درمان کنم، نسخه براشون تجویز کنم. گفتن اب نداره، شما همون کاری که برای گاو و خر تجویز میکنی برای این هم تجویز. اینم میزان اعتبار و اهمیتی که داعش برای جنگجویانش قائله. در جمهوری ولایت فقیه هم همینطور بود، زمان جنگ خیلی از این جوانا رو میفرستادن روی مین، به طوری که صدای آقای بنی‌صدر تو همه اوائل در اومد که آقا این همه الاغ ما داریم، خب الاغا رو بفرستید، چرا شما میایید و این کار رو میکنید، این به ضرر ماست. به هر روی حالا داستانای جمهوری اسلامی یکی دوتا نیست که، و گفتم در جریان این برنامه حصر نام و حرکت و سفر آقای خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران، حالا گفتن که آقای خاتمی اخیراً چون حرفی زده و گفته روزگار فعلی بدتر از زمان احمدی نژاد به خاطر این فشارهایی که دارن میارن، گفته که خب باید این اوضاع رو تغییر داد، نباید گذاشت این اوضاع ادامه پیدا کنه. بله آقای روحانی هم که دیدیم سفرهای استانیشون ادامه یافته، ایشون به هر حال چیزی کم از آقای احمدی نژاد ندارن، بیشتر هم دارن، یه عمامه هم سرشون، و بنابراین حتما باید به ولایات سرکشی کنن. نکته جالب دیگری که تو این روزا حالا فارغ از داعش و عراق و غیره بهش باید بپردازم، مسئله کارهای آقای سردار محمد باقر قالیب. این آقا که قائل به جدایی زن و مرد و اینکه در شهرداری اومده و گفته کارمندان زن باید از کارمندان مرد جدا بشن، آقا معنی نداره اینا که تمام وقتشون رو در اداره با مرد غریبه میگذرونن، وقتی میرن خونه حوصله دیگه شوهر رو ندارن، شوهری که اونم خسته و مرده از سر کار اومده و معلومه حوصله نداره بشینه با زنش که اونم از کار اومده قضا هم درست نکرده صحبت کنه. این برداشت ها اینا خیلی جالبه. اما همین آقای قالیباف حالا کاشف به عمل اومده که ایشون یک تشکیلات خیریه درست کرده بودن به نام حضرت رضا، نام امام هشتم شیعه، و در این تشکیلاتی که درست کردن ایشون
میلیون ها دلار پول در گردش بود، پولایی که ایشون گرفتن برای کمک به زنان بیوه، زنان بی همسر، پولایی که گرفتن در رابطه با مناطق آسیب دیده، زلزله زدگان، دچار سوانه طبیعی شدن و اینا، سر به فلک میزن. و بعد اومدن بررسی کردن این آقای شهرداری که یه وقتی به چپ میزد و میگو من رضاخان اسلامی هستم چه اتفاقی افتاد، اینجوری بزدلانه داره دم از اطاعت از مقام ولایت میزنه و حرفایی که تا دیروز خود او نفیش بود. بعضی ها میگویند آقای قالیباف داره خودشو آماده میکنه برای این که برای در واقع دوره ریاست جمهوری بعدی، او به دنبال ریاست جمهوری بعدی. حالا آیا میتونه؟ من تصور نمیکنم. تصور میکنم آقای خامنه‌ای اصلا اجازه بده که یک نظامی بیاد و در اونجا رئیس جمهوری بشه، به خصوص که ایشون میدونه در ذهن این نظامی ها چه میگذرن. اما آقای قالیباف با بد جایی خودش رو درگیر کرد، با زنان ایران، و ایشون باید بدونه زنان ایران بزرگتر از او رو شکست دادن و او در برابر اونا کاری نمیتونه بکنه. جداسازی زن و مرد در ایران پیاده نخواهد شد. ایران جای متفاوتی است با اون نقاطی که آقای قالیباف در نظر دارد. برای خوشحالم زنان ایرانی قرص و محکم در برابر رژیم ایستادن و به تعدیات و به زورش پاسخ میدن. این اسباب بسیار افتخار و اهمیت است. حضور رو عرض کنم دیگه از خبرهایی که باید بهش اشاره بکنم و مسئله بسیار مهمی هم است، مسئله اوضاعی است که در سوریه در جریان. همونطور که در عراق مشاهده کردید که چه شد، حالا ببینیم دعوای آقای مالکی این بار با رفیقش حیدرالعبادی به کجا میرسه. چون مالکی میگه من نخست وزیرم، شورای قانون اساسی هم گفته من میتونم نخست وزیر باشم، بنابراین این دعوا بین اینا ادامه داره. حالا اونو رها میکنیم، میگیم سوریه. در سوریه وقتی که جبهه نصرت وارد ارسال در لبنان شد و وحشت بزرگی در لبنان ایجاد کرد، طبیعتا مردم لبنان خیلی ناراحت بودن، نگران بودن دامنه داعش به لبنان کشیده بشه، چون حدود 2000 جنگجو وارد ارسال شدن، یه روستای زیبای مرزی که حزب الله در واقع رنگ و طعم این روستا رو عوض کرد با اعزام نیرو به یاری بشار اسد به سوریه، فضا رو اصولا عوض کرد و خیلی به نظر من بد شد این کار. حالا ارتش لبنان موفق شد بعد از یه آتش بس با اینا، یه دم از مشایخ سنی آمدن مذاکره کردن که بعضی از نظامیان به گروگان رفته رو آزاد کنن و اینا کرد. فضای محلی رو دیدن، مردم اونا رو نمیپذیرن، مردم به اونا دلبستگی ندارن، فضا با عراق و سوریه فرق داره. اینه که خودشون نرم نرمک دارن نیروهاشون رو عقب میکشن و دولت لبنان هم تقاضای کمک از جامعه بین‌المللی کرده. عربستان 1 میلیارد دلار دیگه در اختیار دولت لبنان گذاشته و اینا. به هر حال من امیدوارم بتونه ارتش لبنان در برابر اینا کارشون رو تمام بکنه. از آن سو در غزه آتش بس 72 ساعت دیگری به بار نشست و حالا که من فقط آماری رو مشاهده میکردم از کشته شدگان، از زخمی ها، از مدارس ویران شده، حیرت انگیزه، از مساجد، از دارالعجزه ها، از دارالایتام و محل نگهداری از عقب ماندگان ذهنی و جسمی، بیش از 1800 کشته که از این 1800 یه 300 اندیشون کودک بوده، تعداد زیادشون زنان بودن و غیر نظامیان.
حدود 5-6 مدرسه متعلق به سازمان ملل که محل پناهجویانم شده ویران شد و این اسباب نگرانی است. و به نظر من الان غزه نیاز به آرامش داره، نفس راحتی بکشه، مردمش بتونن یه مقدار آرامش پیدا بکنن و از این وضع آشفته بیرون بیان که وضع بسیار بدیه. من نگاه میکردم چند فیلم از غزه، حملات اسرائیل در واقع واقعا بنیان رو به هم ریخته. شما فکر کنید مراکز تولید برق، تصفیه آب آلوده، یعنی آب فاضل، آب جایی داشتن آب رو تصفیه میکردن، چندین تصفیه خانه رو اسرائیل بمباران کرد، چندین نیروگاه برق رو بمباران کرد. و حالا باید گفت تو این گرمای 50 درجه نه پنکه‌ای است نه کولری، آب آلوده است، مردم چه کنن؟ اینجاست که به نظر من افراد مؤثر، کشورهای مؤثر وظیفه دارن، کشورهایی که نفوذ دارن روی اسرائیل وظیفه دارن هر چه زودتر روی اسرائیل فشار بیارن و از این نوع روش و سیاست وادار کنن تجدید نظر کنه. چون تا کی میخواد این داستان ادامه پیدا بکنه؟ به نظر من خیلی تلخ و دردناک است. نکته دیگری رو بهش اشاره بکنم که باز خیلی مهمه، آلودگی هوای پایتخت تهران که خب عامل اصلی بسیاری از بیماری‌های قلبی و مرگ‌های زودرس هست. طبق گزارشی که من می‌خوندم به چند شهر بزرگ ایران سرایت کرده. خب این چیزیست که شما می‌دونید و اطلاع تازه‌ای من بهتون نمیدم، اما بعضی از شهرها که در این فهرست آمده زمانی نه چندان دور یلاغ مردم بوده، تابستانا که می شده به اونجا پناه می بردن. شهرهای مثل همدان برای مثال، همدان یا آب و هوای زمستان که بسیار سرد بود ولی در تابستان و بهار آب و هوای فوق‌العاده معتدلی داشت، جایی پر آب بود و از نظر مناظر طبیعی و دیدن آثارش از شهرهای مهم ایران بود. حالا می خونم که این شهر نیست دارای آب و هوای آلوده است. شمال کشور که مردم پناه می بردن که از آلودگی هوا نجات پیدا کنن، اونجا نیز هوا و طبیعت آلوده شده و اینا همه از برکت رژیم جمهوری ولایت فقیه. اسباب تأسف است که من باید بیام تو خبران به این موضوع اشاره بکنم. دو کلام گفت از مادر عروس هم بشنوید حرفایی که آقای علایالدین بروجردی هر از چندگاه عنوان میکنه برای من جالبه. علایالدین بروجردی براتون گفتم از بچه هایی بود که با خانوادش از عراق ترد شد به ایران آمد و خب عموی ایشون یکی از مراجع بود که گفتن صدام حسین او رو نیز مثل آیت الله صدر و فرزندان آیت الله خویی و خیلی از مقامات نظامی دیگر، مقامات حوزوی دیگر اینها رو به قتل رسون. آقای علایالدین خب به تهران اومده بود، اون زمانم که عموش رو گفتن کشتن معاون وزیر بود و خیلی با شکوه مراسمی برپا کرد. ایشون کارنامه خیلی بدی داره در مقام نماینده ویژه در افغانستان و معاون آسیا و غرب آسیا و جنوب شرقی و اقیانوسیه وزارت خارجه، خطاهای بزرگ کرد، خطاهای نه تاکتیکی، استراتژی. یکیش در رابطه با حمله طالبان به افغانستان بود، اون زمانی که طالبان به مزار حمله کردن ایشون در گزارش هایی که به وزارت خارجه میداد گفته بود هیچ نوع کمکی نباید کرد، خود نیروهای مجاهدین قادرن طالبان رو پس بزن. و زمانی که مجاهدین التماس میکردن برای کمک، آقایون پشتشون میکردن به مجاهدین و دیدیم آنچه شد و طالبان آمد و مدتی در افغانستان حکومت مرگ و ظلم و جنایت رو برقرار کرد
تا اینکه آمریکایی‌ها بعد از 9/11 به پا خواستن و شر طالبان رو فعلا کندن. گویی که سستی هایی من میبینم، من خود آقای کرزای خیلی علاقه داشت با طالبان کرار. حالا آقای علایالدین بروجردی صحبتایی که کرده بودن در رابطه با بازگشایی سفارت انگلیس صحبتای بامزه‌ای، از یه طرف مصوبه مجلس رو به رخ کشته بودن که به موجب اون روابط ما با بریتانیا در سطح کاردار باقی میمونه. بعد فرموده بودن این مصوبه مانع از این نیست که روابط دو کشور در عالی ترین سطح برقرار بشه. شترگاف پلنگ جمهوری اسلامی همیشه در کار است، سر کاره، شترگاف پلنگ دیگه، جمهوری ملت فقیه. و آقای علایالدین بروجردی هم گفتن بین مقامات دو کشور تماس‌های جدی برقراره و انشالله به زودی سفارت بریتانیا هم افتتاح خواهد شد. البته افتتاح بشه بهتره دیگه. آقای علایالدین بروجردی آقازاده رو که میخواد بفرسته، چون آدم وقتی این همه دلار به خارج فرستاده گهگاه بعد آقازاده و خانمزاده و زوجه و غیره رو بفرسته برن رسیدگی بکنن به این حساب. به هر حال به پایان دفتر رسیدیم و هنوز حرف بسیار است. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. از عمق شب تبر به دست آمدی، چه ظالمان بی امان به شاخ و برگ من زدی. تو زهر خنده می کنی به این تن برید سر، که پار پار مانده از فرود تیغه تبر. حراسم از عذاب به درد خو گرفتم، که دور نیست مقصدی که پیش رو گرفتم. به قصد زشت کش شدن اگر به بند مانده ام، پر از تحملم ببین که سر بلند مانده ام، که سر بلند مانده ام. مسیح مصلوب رسید، بزن بزن که صبر من به صبر ایوب رسید. طاقت من به طاقت مسیح مصلوب رسید، بزن بزن که صبر من به صبر از عمق شب تبر به دست آمدی، چه ظالمان بی امان به شاخ و برگ من زدی. تو زهر خنده می کنی به این تن
چه قامت مرا هزار تکه می کنی، اگر چه زخم می خورم تو ریشه را چه می کنی، که محکم است ریشم اگر تنم شکستنیست، چه باک از گزند تو که ریشه ناگسستنیست، چه باک از گزند تو که ریشه ناگسستنیست.